حفظ و صیانت حقوق دیگران واجب شرعی و خیانت در آن حق الناس و موجب پیگرد قانونی است. هر گونه کپی، تکثیر و انتشار محصولات علمی و فرهنگی گروه آموزشی پرش ممنوع و موجب نارضایتی دنیوی و اخروی صاحب اثر می باشد. به فرهنگ و آموزش کشور احترام بگذارید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بچه ها، وقتتون بخیر باشه. سلام، درود، سلام. ببخشید به خاطر تأخیری که بود، یه مشکل فنی ایجاد شده بود. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. صدا اوکیه؟ خب، با نام و یاد خدا. سلام بچه ها، امیدوارم که حال دلاتون خوب باشه. بنده استاد نجفی هستم، مدرس درس دین و زندگی، در خدمت شما هستیم با بحثی در مورد درس دینی که میخوایم ببینیم. آقا این درس دینی که شما اینقدر هی میگین استاد نمیدونم ترسناکه، استاد فلانه، به چه شکلی هست و آیا خدمت شما عرض کنم که این درس میشه راحت یاد گرفت یا خیر؟ میخوام روی این نکته با هم بریم جلو و با هم بریم چه خبر. درس دین و زندگی در سال 11 هم خب میدونی که 12 تا درس مشترک هست. من یک نکته اگه بگم، خب در بحث دین و زندگی سال 11 خب دو تا بحث داریم ما. بحث اول که بچهای ریاضی و تجربی هستن، بحث دوم بچهای انسانی هستن. خب بخش اول که ریاضی تجربی هستن، بچه ریاضی تجربی چند تا درس دارن؟ 12 تا درس دارن. بچه های انسانی چند تا درس دارن؟ 18 تا درس دارن. یعنی یه اختلاف درس، اختلاف دروس شیشتایی بین اینها هست. خب بین اینها هست. سلام، ما برای این قسمت که این اختلاف شیشتایی هست برنامه داریم برای بچه انسانی که به موقع خودش بهشون میگیم. و بدونین که این درس درسی هست که اگر بخوایم از نگاه کنکوریش نگاه کنیم، این درس ضریب در کنکورش ضریب 3 هست. دقت کنیم، این درس در کنکور تعداد سوالی که ازش میاد 25 عدد خواهد بود یا 25 سوال. این درس در کنکور مدت زمان کلش 17 دقیقه خواهد بود. یعنی شما باید این سال 11 که 8 الی 9 تا سوال کنکور ازش میاد و خوب ببندی بر جلو. خوب ببندی بر جلو. نه این قانون کلا فعلا خدمت شما عرض کنم که 1402 کلا فعلا منحل شده، یعنی به تعویق انداختن، فعلا خبری نیست. خب برای این کار پس باید 11 تو، پس باید سال 11 تو ببین کلمه چی عالی ببندی. عالی ببندی، اصلا به خوبم نگاه نکنی، عالی. پس حواست به این باشه که 11 تو بسیار بسیار مهمه.
امروز من یه قسمتی از 11 برای درس میدم که ازش لذت ببری، لذت ببری ازش. با من همراه باش. خب با من همراه باش. خب خب حتما بچه ها قبل از اینکه من بخوام شروع کنم، حتما برای شرکت کلاس من، این استاد نجفی که من دورش ظرف کشیدم برای تو، به این شماره کلمه استاد نجفی رو به این شماره 1375 ارسال کن. همین واجب عینی ها این کار، یعنی باید همه انجام بدم. واجب عینی همه انجام بدم. اونایی که دنبال تخفیف از کلاس هستن انجام بدم. پس کلمه استاد نجفی رو به 1375 ارسال کنید. این از این نکته. پس حواست باشه به 1375 ارسال کنید. خب در قسمت اول کتاب درسی که شما یه حیات درباره حیات حرف زده. آب یه نعمتی است که بچه ها، آب یک نعمتی هست بی نظیره. درباره آب و حیات داره جلوه زیبایی و طراوته، تازه مظهر پاکی هم هست. عامل اصلی حیات، چه حیاتی؟ حیات جسم و طبیعت هم هست. ما در نبود آب بچه ها، در نبود آب تیج آواز دلنشین پرندی و تراوت شکوفه ای و تبسم گلهایی رو اینا رو نخواهیم داشت، اصلا نخواهیم بود. در واقع آب، این آبی که اینجا هست، مایه حیات و اساس زندگی انسان خواهد بود. انسان مادی، انسان چی؟ دنیا مادی، این دنیا. پس آب مایه حیات و اساس زندگی انسان خواهد بود. این از دقت کن. در ادامه یه آیه داره. آیه میگه جعل من الماء کل شیء حی. چرا این قسمت مشترکه دیگه فاطمه؟ این قسمت مشترکه. الان انسانی هم درس میدم. بله، جعل من الماء کل شیء حی، و هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم. ما یعنی آب دیگه، این مایی که هست یعنی آب. هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم. دایان خدمت عرض کنم که حرف قشنگی زدی، سخته ولی خیلی ها فکر می کنن راحته، و این بحث هست که حتما باید روی این قضیه انجام بدیم. و حواستونم باشه که اگر شما این کار رو انجام بدیم به نفعتونه. خب اگر این کار روزی حداقل هفته 3 ساعت برای دینتون، یعنی 2 تا 1 ساعتون وقت کنید، خیلی کاربرد و به نفعتونه، خیلی کاربرد و به نفعتون خواهد بود. حفظی راحت تره بالاخره. نه ببین، حفظ نباید یاد بگیری نازنین. حفظ یاد گرفتن باعث این میشه که شما فقط حفظ کنین، یاد نگیرین. یعنی فقط بیاین تو ذهنتون بسپارین، تعدیل نکنین بحث رو، بررسی نکنین. این آهنگه، شما هم میفهمید که من دیگه فکر میکنی این شعرش درباره چی داره میگه، قافیه داره نداره، از این نوع. بله دقیقا فاطمه، باید مفهومی باید بخونین. باری کلا نگین، باری کلا فاطمه، باید مفهومی بخونینش. خب الان امروز با من یاد میگیری. پس این آیه درباره آب داره حرف میزنه. جعلنا من الماء کل شیء حی، به وسیله آب داره میگه. خب که میتونیم این نکته رو هم بهش اضافه کنیم، که میتونیم بهش بگیم آقا این آیه که اینجا بود اشاره به چی داره؟ اشاره به نیازهای برتر داره. خب در ادامه میگه آب،
آب، انسان با آب به حیات طبیعی و جسمیش میرسه و برطرف میشه. به طور کلی آب حیات بخش جهان مادی یعنی دنیایی از جمله ما انسان هاست که آیه قرآن میگه لنه ایه بهی بلدتن میتا، تا وسیله آن، منظور از آن یعنی چی؟ یعنی باران، سرزمین مرده، یعنی سرزمینی که خشک شده، سرزمینی که مرده یعنی سرزمینی خشک شده، خشک شده را زنده کنیم، زنده کنیم. خب بچه ها نگاه کنی نکته شو. آقا داره میگه لنه یه بهی بلدتن. اولا نکته اولش که این همون نکته قبلی، اشاره به نیازهای برتر و طبیعی مخصوصا داره، یه از این نکته. اما نکته دومش چیه بچه ها؟ ترکیبی نکته دوم توی دیازدهمت یه نکته‌ای داشتی میگو آقا خداوند، ببینم کی بلده بگه. بله جلسه اوله. بله میگو خداوند بادها را میفرستن تا با ابر ادغام شوند و آن را به سوی سرزمین مرده بره. اشاره به زنده شدن زمین و طبیعت میگه که همون چی داره؟ اشاره به امکان معاد جسمانی در نظام مرگ و زندگی در طبیعت رو داره. بچه های روی تجربه میشه درس 4 دهمشون، بچه انسانی میشه درس 5 دهمشون. بله این نکته یادتون اومد؟ نکته یادتون اومد؟ تو دهمتون بود امکان میگفت بادها میشه تا ابر برانگیزن و این ابر و فلان، یادتون اومد؟ بله آفرین، نظام مرگ و زندگی در طبیعت، باریکلا دقیقا. خب این داره این آیه اینو میگه. پس در باب این که آقا انسان آب و حیات داره جهانش و انسان نیازهای طبیعی داره و جسمی داره اینو میگه. در ادامه ما آیه قرآنش هست، آیه قرآن میگه یا ایها الذین آمنو. من یه نکته درباره این یا ایها الذین آمنو بگم. هر وقت یا ایها الذین آمنو رو دیدین داره جامعه مؤمن مدینه رو میگه. اصلا یه نکته بذار برات بگم خیلی قشنگه، نکته رو دقت کن، از اون نکته خوشگلای ها. آقا حواست اینجا، اگر بهت گفت یا ایها الناس، اگر بهت گفت یا ایها الذین آمنو، برو بین کدام دبیر اینو بهت میگه. اونی که میگه یا ایها الناس، نزول آیه، اگر تو آیه این کلمه یا ایها الناس، نزول آیه در مکه هست این آیه، چون کلمه یا ایها الناس داخلش هست. اگر یا ایها الذین آمنو بهت دادن، نزول آیه در مدینه هست. یه نکته. نکته دیگه اینه که نزول آیه در مکه هست داره اصول دین، احکام و اصول دین رو میگه. اینه که آیه در مدینه هست داره احکام و فروع دین رو داره به اشاره میکنه. چه نکته گفتم، چه نکته گفتم ها، یعنی برگریزان این نکته عجیباً غریبا. کیف کردی؟ کیف کردی فقط؟ ببین هیچ جایی اینو بهت نمیگم، ولی من هیچو بهت گفتم کیف کنی. تو آیا اینجا آیه دیدی یا الذین آمنو، پس میفهمی آقا این جامعه مؤمن مدنی رو داره میگه، مردم مدینه رو داره میگه. خب اگر یا ایها الناس آیه دیدی، مثلا یا ایها الناس، ملک الناس، اله الناس، خب اگر یا ایها الذین دیدیم، خب
مثلا دیگه قل اعوذ برب الناس مثلا، یا مثلا ایها الناس، خب اینا هستن، یا ایها الناس و اقم الصلاة مثلا اینطوری هست. خب اگر درباره یا ایها الذین آمنو دیدین، پس نزول آیه در مدینه هست، درباره احکام فروع دین داره میگه. حالا میگه یا ایها الذین آمنو، آمنو دقت کنین، از خود کلمه یا ایها الذین تا رسول تو پرانتز، اذا دعاکم لما یویکن تو پرانتز، قسمت اول علت، قسمت دوم معلول، دقت کن. خب استجیب لله میگه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسوله، میگه کسانی که ایمان آوردین استجیب و دعوت خدا رو قبول کنیم و پیامبرش رو قبول، اجابت یعنی قبول کردن. چرا؟ اذا دعاكم لما یحییکم. خب این قسمت میشه دینداری، این قسمت دینداری هست. اذا دعاكم لما یحییکم داره چی رو میگه؟ حیات روحانی رو میگه، میگه برای اینکه دینتون رو کاری کنیم که در روحتون تأثیر بذاره. میگه هرگاه که شما رو به چیزی فرا میخوانیم، به شما زندگی و حیات میبخشه. این زندگی و حیاتی که داره میگه، زندگی حیات روحانی رو داره میگه. حسن روحانی رئیس جمهور نه، روح بدنم میگه. خب حالا یک نپه بهت بگم آرنجف، این نپه چیه؟ نپه یه نکته پر رو، نپه نکته پر رو. خب آقا نجف این نپه یعنی چی؟ اگر بهت بگم مایه حیات جسمانی، اگر بهت بگن مایه حیات روحانی چیه؟ آقا مایه حیات جسمانی چیه بچه ها؟ آب. آقا مایه حیات روحانی چیه؟ دین. تمام. ببین چه خوشگل نکته گفتم بهت، ببین چه خوشگل نپی گفتم بهت، ببین آیه رو برات چگاه کرد. تازه من در حد کنکوری نگفتم، کنکوری سیاه میکنم این آیه رو. مثلا یه نکته کنکوری، آقا این آیه من نذارین دیگه من این کارا رو کنم، این آیه کلن اشاره به سومین نیاز برتر، کدوم نیاز؟ کشف راه درست زندگی داره. به سومین نیاز برتر که همون کشف راه درست زندگی رو داره، نه از این نکت، کشف راه درست زندگی داره. همین الانش هم سیاه شد دیگه، بگه چی میخوان. اوکی. خب حالا چی داریم؟ میم جلوتر، مفهومی نمیخوام، میام رو تست. آقا من تست آوردم، ببین منو خدا شاهده چی از ریاضی 1400، داغ داغ. سوالو ببین، میگه دستیابی، قشنگ نگاه کن، میگه دستیابی به اکسیر حیات بخش توسط انسان وابسته به چیز و فایده حیات بخش جهان مادی از جمله ما انسان کدام است؟ با این ها چه کار میکنه؟ گزینه بزنیم برای من سری، گزینه. گزینه بزنیم، گزینه چند؟ دستیابی به اکسیر حیات بخش انسان کدامه؟ سریع بچه های دامی اصلا رگبار گزینه میزدن ها، یعنی واقعا تأسف و بخورم که شما این تیری جواب میدی الان. گزینه چند؟ اکسیر حیات بخش توسط انسان وابسته به چیست؟ خب
و فایده حیات بخش جهان مادی. دستیابی به اکسیر چی بود بچه‌ها؟ دقت کنین. میگه دستیابی به اکسیر حیات بخش، اکسی یعنی زنده شدن دیگه، زنده شدن. زنده شدن چی بود؟ در زمانی که روح انسان حیات میگرفت، روح حیات میگرفت، درسته؟ بله، دستیابی به اکسیر حیات بخش انسان. این از این. پس دقت کنین، جعلا میره کنار، یا سه یا چهاره. بعد فایده حیات بخش کجا؟ جهان مادی، یعنی دنیا. چی بچه ها؟ جهان مادی چی بود؟ آب بود دیگه، آب بود دیگه. لنه یا بهی بلتن بلدتن معیت. گزینه چنده؟ بلدتی گزینه چهار. ریاضی 1400 بود این تستا، یعنی داغ داغ این تست، داغ داغ این تست. ریاضی 1400 دیگه، باید نمیده از این تست داغتر داریم یا نه. یه سوال دیگه بذاریم با هم. سوال دیگه، آقا سوال داره میگه که عامل تداوم زندگی انسان، ادامه زندگی انسان چیست و کدام آیه شریفه به آن اشاره دارد؟ از ریاضی 99 هست، از ریاضی 99 هست. برم چیکار میکنی؟ عامل تداوم زندگی انسان چیه؟ گزینه بزن سریع، سریع باش، سریع سریع. عامل تداوم زندگی باریکلا آب، ندین. پس میره کنار، یا جواب یک یا سه، این که آیش نیست. آب قبل نه یا بهی بلدتن مگه تا. گزینه جواب براتی گزینه چنده؟ یک میشه. تمام شو رفت. خواهشن همه جواب بدن ها، همه انرژی دارم میذارم که شما همه جواب بدین. خب یه سوال دیگه بریم با هم. آقا بازم سوال از خارج 99 مال پارسال، میگه کدام آیه شریفه دستیابی به اکسیر حیات روح بشره؟ اکسیر حیات روح بشره. گزینه بزن برای من، گزینه بزن سری سری. گزینه 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 سری 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 سری. باریکلا. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول. باریکلا. گزینه چند میشه؟ سه میشه. چی بود خارج 99؟ چی بود خارج 99؟ تمام شرف. پس خارج 99 اینطوری زدیم. باریکلا. باز هم دارم میگم برای شرکت توی کلاسا، استاد نجفی رو خب به پیامکی 1375 حتما چی کنین؟ حتما حتما بحث کنین. خب حواستون پس بهش باشه اینا. خب اما من میام یکم جلوتر، یه نمه جلوتر. خب دقت کنین. ببینید ما دو دسته داریم، نیازهایی داریم. ببین نیازهای بچه ها چی؟ نیازهای طبیعی و غریزی داریم. خب این نیازها چی هستن؟ انسان مانند سایر موجودات، همچون دیگران هم نیاز طبیعی غریزی داره، مانند نیاز به آب، نیاز به هوا، غذا، پوشاک. و خداوند پاسخ به این نیازها را، پاسخ به نیازها را در عالم طبیعت آماده کرده و قدرت آگاه شدن از آنها را هم به انسان داده. مثال، هر وقت ما نیاز به آب و غذا داریم، احساس تشنگی و گرسنگی میکند و سراغ آب و غذا میرود. هنگام سرما اگر از مصالح طبیعت چیکار میکنه بچه ها؟ بهره میبرد و برای خود لباس، پوشاک، مسکن و غیره تهیه میکنه. پس میاد برای خودش این کارا را انجام میده، برای خودش این کارا را انجام میده، درسته؟ بله. در ادامه نیازهای برتر ما هستن که منحصر به نیازهای طبیعی و غریزی او نمی شود و زمانی که انسان اندکی از سطح زندگیش میره بالا، فراتر میره، بالا در افق بالاتری بیاندیشد، خب و خود با نیازهای مهمتری هم چی باشه بچه‌ها؟ روبرو می‌بینه. پس هر چی انسان از زندگیش فراتر و بالاتر بره،
سوالهای متعدد برای خودش داره که این چی شد؟ این اتفاق چرا افتاد؟ مثلا بعد از این چه اتفاق میفته؟ ما آخرتمون به چه شکلی خواهد بود؟ الان مثلا اینو دفع کردن چطوری خواهد بود؟ مثلا بدنش چی میشه؟ این چیزا میگه هرچی انسان زندگیش اندکی اثر زندگیش روزمره فراتر بره افق بالاتری اندیشه میکنه، فکر میکنه و خود با نیازهای مهمتر رو برو میده. نیازهای برآمده از سرمایه مانند عقل، مانند اختیار از که خدا به آنها عطا کرده و پاسخ صحیح به نیازهای اساسی را هم به انسان داده که سعادت انسان را تضمین میکنه. نکته خب که این نیازا به ترتیب چی معروفن؟ به دلمشغولی و دغدغه معروف هستن، به دلمشغولی و دغدغه معروف هستن و بالاخره به یک سوالهای تبدیل میشوند که تا پاسخ آنها را نیابد آرام نمیگیرد. پس اینو دقت کن، پس این نیازهای انسان که از زندگیش بالاتره باعث این میشن که به ترتیب دلمشغولی تبدیل میشن، به دغدغه تبدیل میشن که تا پاسخ به سوال آنها را نیابند آرام نمیگیرد. خب حالا دقت کن، سوال آوردم برات، نگاه کن سوال، دقت کن سوال. آقا سوال بده خداوند پاسخ به کدام نیازها در جهان خلقت آماده کرده و پاسخ به کدام یک زندگی انسان تضمین میکنه؟ بچه خب چه نیازهایی بود که خدا آماده کرده و کدوم نیاز رو تضمین میکرد؟ چشم الان توضیح میدم. خب گزینه بزنیم برای من سری گزینه بزنیم. کدوم نیاز بود که خدا خدمت شما عرض کنم که در خلقت آماده کرده و کدوم نیاز رو تضمین میکنه زندگی انسان رو؟ گزینه سری باش. میگیم نیازهای طبیعی بودن. پس بنیانین چهار میره کنار، دو هم میره کنار، یا یک یا سه. و کدام تضمین میکنه آخرت انسان رو؟ تضمین میکنه بچه ها. اصلا میگه تضمین یعنی چی؟ یعنی قطعا به تضمین میکنه نیازهایی که برآمده از سرمایه ها بودن، سرمایه های ویژه بودن. گزینه جواب چند میشه؟ یک میشه. خب یه سوالی پرسیده بود دوستمون، سوال پرسی گفته آقا دل مشغولی گفتم نگه، یعنی آقا هی مشغول کنی خودتو، نگران کنی که اگر مثلا یه نفر الان مرد مثلا نگه، آقا بعد از این اتفاق مرگ چه اتفاقاتی میفته؟ هی برای خود سوال ببافی، هی برای خود سوال، الان اینو دفنش کردن خب بعدش چی میشه؟ بعدش چی کار میکنن؟ او نکنه فلان کنن، نه اگه فلان کنن اینجوری میشه، فلان میشه. برای خودت سوال هی بیاری. متوجه شدی خانم فاطمه زهرا قاسمی؟ این داره اینو میگه. خب این از این. سوال دیگه هست اینجا، سوال دیگه که براتون آوردم، سوال میگه دغدغه و درد متعالی. دغدغه و درد متعالی که قرار آرام را از انسان میگیرد و تا یافتن پاسخ وی را رها نمی کند ناشی از چیست؟ ناشی یعنی همون نشأتش از چیه؟ نشأتش از چیه؟ برو ببینم نشأتش یا ناشی از چیه؟ خیلی تست قشنگی هم هست، خیلی تست قشنگی هم هست. گزینه بزن برای من سری گزینه تو اعلام کن. اما ماشاءالله سری آره کلا نشأتش از نیازها و سوالاتی که فراتر از زندگی. چقدر شما خوبین. گزینه یک بله، چقدر شما خوبین. تمام شرف گزینه یک. نیازهای نشأت گرفته از نیازهایی است که فراتر و بالاتر هستن، فراتر و بالاتر هستن. اینو دقت کن، سوال دیگه، سوال گفته احساسات سلیقه‌ای و شخصی به این دلیل پاسخگوی نیازهای برتر انسان نیست. چرا اینا نیست بچه ها؟
چرا مثلا پاسخگوی نیازهای برتر انسان نیست این احساس سلیقه‌ای و شخصی؟ گزینه بزنیم برای من سریع. اینم تست قشنگیه، اینم تست جوندار و قشنگیه. گزینه چند؟ گزینه چند؟ گزینه چند میشه بچه‌ها؟ میگیم چون اینها آنگونه نیازها فراتر از احساسات و سلایق انسانه. بچه‌ها آنگونه نیازها نیازهای برتر رو داره میگه. بچه‌ها نیازهای برتر فراتر از سلایق و احساساته. پس اینو حواست باشه چون پاسخوی اینا نیست. پس اینو حواست به این نکته باشه. خب سوال بعدی، اگر گفته شود نیازهای برتر به ترتیب به دل مشغولی، دغدغه و بالاخره درد متعالی تبدیل می شود که آرامش انسان را سلب می کنه. سلب یعنی گرفته. این عبارت بدان معنا است که، بدان معنا است که یعنی چی؟ به کدام معنا است؟ به کدوم معنا است؟ خدا هم گزینه سریع، همه همه سریع سریع سریع. خب این داره میگه به این معنا است که این نیاز ها، میگیم به این معنا است که آقا انسان خب یکی نیست، چون بحث استروینا میگه نیست، میگیم انسان فقط دل به نیازهای روزمره و طبیعیش نبسته که. انسان از حد زندگیش بالاتر. پس این معنا است که آقا فقط انسان محصول نیازهای روزمره و طبیعیش نیست، بلکه نیازهای طبیعیش و روزمره بالاتر هم رفته، فراتر هم رفته. پس فقط به این نیست. گزینه جواب چند شد؟ سه شد. خب ما سه تا نیاز داریم. شناخت هدف زندگی، شناخت هدف زندگی. خب اولین شناخت ما رو این قضیه بچه‌ها این است که انسان بدون برای چه زندگی. پس به اولین شناختمون میتونیم خدمت شما عرض کنم که شناخت خدمت شما عرض کنم که دو تا اس داره. میتونیم بگیم نام‌های خب نقطه نام های دیگر شناخت هدف زندگی. خب دو چیزه، چرا زیستن، دو برای چه زیستن. پس شناخت هدف دو چیز نام داره، چرا زیستن، برای چه. خب این شناخت هدفمون یعنی چی؟ یعنی تقرب به سمت خدا، تقرب به خدا. هدف اینه که به خودمون و خدا نزدیک کنیم. بریم بابا رو مهد. آقا میگه انسان میخواد بدن برای چه، چرا، برای چه زندگی میکنم. انسان میخواد بدن با کدام هدف، کدام هدف، بازم سوال، کدام هدف است که میتونه به اون اطمینان خاطر زندگیش رو صرف کنه. بچه ها دقت کنین وقتی میگه کدام هدف، دقت کنین بچه ها که داره اینو میگه. اوکی؟ پس این که داره میگه آقا کدام هدف، باریکلا میگه این که آقا به کدام اطمینان خاطرش رو صرف آن کنه. و اگر اون میدونه، اگر هدفی رو نشناسه، نشناسه یا در شناخت آن دچار خطا شود، دچار انحراف خطا شود،
عمر خود رو از دست میدهد. اتلاف عمر، اتلاف عمر. پس اگر یک نشناسه، دو خطا کنه، نتیجه این دوتا میشه چی؟ اتلاف عمر، هدر داده عمرشو. که امام سجاد، بله هدف حقیقه، که امام مثلا میفرماید خدایا ایام زندگانی مرا به آن چیزی اختیار بده که مرا برای آن آفریدی. یعنی چی؟ یعنی هدف اصلی. یعنی چی هدف اصلی؟ تقرب به خدا. مرا برای این قضیه خلق کردی، نه چیز دیگه. تقرب به خدا، هدف تقرب به خدا. درسته؟ دومین بحثی که داریم درک آینده خیشه. یعنی چی معاد؟ پس این درک آینده معاد، انسان سوالی مثلا آینده او چگونه است؟ آیا زندگی با مرگ تمام میشود؟ دفتر حیاتو به شکل دیگر، یعنی برزخ، گشوده میشود؟ آیا حیاتو به شکل دیگر، یعنی برزخ، ادامه یابد که زندگی ابدی پس از مرگش را آغاز میکنه؟ و نحوه او پس از مرگش چگونه خواهد بود؟ ذات و توشه سفر به آخرت، به جهان دیگر چگونه خواهد بود؟ خوشبختی و سعادتمندی وی در آن سرا، آن سرا این کجا؟ آخرت، در گروه انجام چه کارها؟ کارها یعنی چی؟ اعمال، اعمال خواهد بود. و خدمت شما عرض کنم که ارتباطی هم داره با بیتی، روزها فکر من این از همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ از کجا آمده ام؟ یعنی خالقم کی بوده؟ بهر چه بود؟ برای چه؟ به کجا میروم آخر؟ ننمای وطنم، محل آخرت من کجاست؟ آخرت کجاست؟ یعنی کجا؟ یعنی آقا خدمت شما عرض کنم که درک آینده خیش، اینم میشه برای چه؟ میشه شناخته هدف زندگی، درک آینده خیش. خب حالا این نکته بهت بگم قشنگ دقت کن آقا، کل این، کلش، کل دو بیت اشاره به درک آینده خیش دارد. اما اگر فقط این بیتو دادن، بیت گفتم به ترتیب کچیا، مصرع اول شناخته هدف زندگی، مصرع دوم درک آینده خیش. دقت کن، پس اگر اینو بهت دادن حواس به نکته باشه. دیدی چیکار کردم برات این شعر رو؟ پس حواس باشه به نکته. پس اگر بیت دوم گفتم به ترتیب مصرع اول، مصرع به چی اشاره داره؟ میگه مصرع اول به شناخت هدف زندگی، مصرع دوم اشاره به چی؟ درک آینده خیش. اگه گفتم کل دو بیت به چی اشاره میکنه؟ میگیم آقا اشاره به درک آینده خیش داره. خب اما سوم موردمون میگه کشف راه درست زندگی. میگه راه زندگی یا چگونه زیستن، راه زندگی یا چگونه زیستن که ارتباط دقیقی با دو نیاز قبلی داره، دغدغه دیگر انسان‌های چیه؟ فکور و خردمند. فکور فهمم آدم هایی که با ذکاوت هن. با ذکاوت. خب بیا نپه بهت بگم، نپه نکته پر رو، نکاتی که عین همه ولی جملات مفهومش فرق میکنه. ما یه چرا زیستن گفتیم الان و خوندیم، یه چگونه زیستن داریم بخونیم.
اونی که چرا زیستنه میشه شناخت هدف زندگی، اونی که چگونه زیستنه میشه کشف راه درست زندگی. این نپایی که عشقی دارم بهتون میگم ها، مشتی دارم بهتون میگم، دقت کن، عشقی و مشتی دارم بهتون میگم. پس اگر بگن چرا زیستن میشه شناخت هدف زندگی، اگر بگن چگونه زیستن میشه کشف راه درست زندگی. خب ادامه، این دغدغه چگونه زیستن از آن جهت جدی هست که انسان فقط یک بار عمر به دنیا میاد و یک بار عمر رو تجربه میکنه، یعنی عدم تکرار پذیری عمر. خب حالا من این فرصت تکرار نشدنی فقط یک بار زیستن، فقط با همه راهایی که میرون یک راه انتخاب کنه به آن اطمینان بده، مطمئن باشه، تا بتونه بهره از سرمایه خدادادی که همون سرمایه های چی هستن، رشد و کمال هستن، بدهد، که همون شش موردی که تو دهم خوندیم، عقل و اختیاری موارد، و به هدف خلقت خود که تقرب به خداونده برسن. حتی که اینجا هم بیت شعر داره، مرد خردمند هنر پیشه را عمدو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن با دیگری تجربه بردن بکا، تا به یکی تجربه اندوختن با دیگری، یعنی تکرار ناپذیری و عدم تکرار پذیری عمر میگه. که این در کشف را با دو تا آیه ارتباط داره، یکی آیه والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. میگه و سوگن به زمان، انسان در زیان است مگر الا که چی باشه؟ که ایمان داشته باشه به خدا، عمل صالح انجام بده و همدیگر رو تواصی، یعنی سفارش کردن، سفارش کنم به حق و سفارش کنم به صبر، داره میگه این از این نکته به هدف فندی به صبر. خب یا یه آیه که میگه یا الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. پس این دو آیه با کشف راه زندگی ارتباط داره. خب بیا رو تست. آقا تست سال گفته دغدغه اصلی انسانهای فکور و خردمند چیه و کدام آیش به پاسخوی اینها هست؟ گزینه بزن، سری گزینه بزن، گزینه. آقا انسان فکور و خردمند دغدغه‌شون چی بود؟ شناخت هدف و یا کشف راه، و آیش هم با کدوم ارتباط داشت؟ گزینه بزن برای من سری گزینه بزن، سری همه دقت کنیم، همه. خب میگه انسان فکر دوره چی به بچه‌ها؟ کشف راه بودن. پس یا دوه یا چهاره. حالا آیه یا ولعص میومد یا چی میومد؟ اجازه آکم لما یویکم. کجا اینجا هست؟ ولعص ان الانسان لفی خسر. گزینه چند میشه؟ گزینه به راحتی گزینه دو میشه. تمام، این از این تست. یه سوال بعدی، سوال بیت داده گفته خب بیت سی مرد خردمند هنر پیشه را عمدو بایست در روزگار، میگه این بیت به کدام نیاز برتره و با کدام ارتباط داره؟ بچه ها به کدام نیاز برتره این بیت؟ به کدام نیاز برتره؟ سری این گزینه بزن، گزینه به کدام نیاز برتره بیت به کدام آیه ارتباط داره؟ بیدم کیا درست میزنن، باری کلا درک آینده ها میره کنار، دو چهار خدافه یا سه یا یک، و آیش یا ولعص یا چی؟ یا هم که ازا دعا کنه ما میخور ولعص ان الانسان لفی خسر. گزینه چند میشه؟ سه میشه. بینید کیا درست داده؟ گزینه سه میشه. سریع تر باید بزنید بچه های دوامی انقدر تیز تست میزنن که کف میکردی. سوال بعدی، سوال گفته که با توجه آیه قرآن چه کسانی دچار خسران و زیان نمیشوند؟ کیا بودن که زیان نمیشدن؟ میگه ولعص ان الانسان لفی خسر
الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. گزین چنده؟ برات گزین چند میشه؟ سه میشه. این از این. خب سال بعدی رو حل کنیم با من. میگه دل مشغولی انسان معلول چیه و سال در قالب چگونه زیستن مربوط به کدام است؟ گزینه بزن برای من سری. این سری ها سری تست بزن. دل مشغولی انسان معلول چیه و قالب چگونه زیستن برای چیه؟ سری سری بچه وقت میگم سری سری بزن گزینه تو. ای یک تا چهار گزینه تو بزن. میگیم نیازهای برتر پس دو و چهار میری کنار پس یا یک یا سه. چگونه نیستن برای چی بچه ها؟ کشف را. کشف را گزینه چند میشه؟ به راحتی گزینه یک میشه. تمام. خب سوال هر کی از موارد تعلیفی برای چه زندگی میکنم چگونه بایزی و زار توش استفاده به جهان دیگر به کدام نیازهای برتر مرتبطه بچه ها؟ بری با من گزینه بزنیم. برای چه زندگی میکنم؟ بارکلا کشفا میره کنار یا شناخته؟ گزینه دو بسته. چگونه باید زیست؟ کشف را. بارکلا گزینه چند میشه؟ سه میشه. تمام. خب سال بعدی میگه جدیت نگرانی چگونه زیستن برای چه کسانی انجام میشه و کدام آیه شریفه پاسخگوی این دغدغه؟ خب چه میرسه برای کیا بچه ها؟ برای کیا؟ میگه برای انسان فکوره یا مؤمن و با کدام آیه ارتباط داره؟ گزینه بزن. چه میرسه برای کیا بود؟ برای انسان فکور بود. باریکلا برای انسان فکور پس یا یک یا سه. درسته؟ و با کدوم آیه ارتباط داشت؟ آقا چگونه کشف را؟ دو تا آیه داره. ول اس استجیبو. استجیبو گزینه چنده بچه‌ها؟ چهار دیگه. خب ما تا اینجا کافیه بچه‌ها. تا اینجا گفتیم کافیه. حتما در فضای مجازی منو داشته باشین. الان من هم این سه پرشو می‌نویسم هم خودم می‌نویسم که داشته باشین. زاهد نجفی دینی اینستای بنده هست. اینستای پرش پرش چیز خاصی داره؟ نمیدونین؟ پرش نمیدونم دقیقا چیه این قضیه. و تلگرامم که دین و زندگی 100 نجفی. اینم حتما داشته باشین که تو بحثمون باشه. این کانال تلگرام هست که حتما توی موضوع داشته باشین. و کلاس چطور بود بچه‌ها؟ اول کلاس چطور بود؟ کلاس مرسی که فالو کردین. و از کدوم شهر هستین؟ کدوم شهر هستین؟ مرسی. بچه های انسانی اصلا نگران نباشن، ما حتما تایم به خصوصی برای بچه های انسانی خواهیم گذاشت که اون قسمتی که انسانی ها هستن رو تدریس میکنیم. حتما بازم دارم میگم کلمه استاد نجفی رو به 1,375 ارسال کنیم. به 1,375 ارسال کنیم. اگه کسی که تخفیف میخوان ثبت نام کنن تخفیف میخوان به 1,375 همین الان ثبت نام همین الان انجام بده که تخفیف رو سریعتر بگیریم. به 1,375 کلمه استاد نجفی رو ارسال کنیم. خب این از کارمون بود. ایشالا چهارشنبه کلاس اصلیمون استارت میخوره که 11 میریم جلو. نگران نمیشه، هم جملات خطی، سوالای خطی تک به تک کتاب بررسی میشه، نکات گفته میشه، تست قرار میگیره، امتحان آزمون هم که سر جای خودشه.
اینا قرار میگیره. مواظب خودتون و خوبیاتون باشی بچه ها، دمتون گرم. حتما ما رو به دوستاتون برای کلاس ها حتما آشنایت بدین، حتما بچه ها رو بگین که حتما بیان پرش و ببینن کارو، که شده کار خوب و با عرضش و جمعیت خیلی عالی بشیم. دم احمدتون گرم، مواظب خودتون و خوبیاتون باشین. تا چهارشنبه ان شاءالله ببینمتون. خدا نگهدار، خداحافظ.